حکایت درویش صاحب نظر و بقراط حکیم. یکی صورتی دید صاحب جمال، بگردیدش از شورش عشق حال. برانداخت بیچاره چندان عرق، که شبنم بر اردیبهشتی ورق. گذر کرد بقراط بر وی سوار، بپرسید کین را چه افتاد کار. کسی گفتش این عابدی پارساست، که هرگز خطایی ز دستش نخواست. رود روز و شب در بیابان و کوه، ز صحبت گریزان ز مردم ستوه. رو بوده از خاطر فریبی دلش، فرو رفته پای نظر در گلش. چو آید ز خلقش ملامت به گوش، بگرید که چند از ملامت خموش. مگویر بنالم که معذور نیست، که فریادم از علتی دور نیست. نه این نقش دل می رو باید زده است، دلان می رو باید که این نقش بست. شنید این سخن مرد کارازمای، کهنسال پرورده پخت رای. بگفت هر چه سیت نکویی رود، نه با هر کسی هر چه گویی رود. نگارنده را خو همین نقش بود، کشوریده را دل به یغما رو بود. چرا طفل یک روزه هوشش نبرد، که در صنع دیدن چه بالغ چه خورد. محقق همان بینن اندر ابل، که در خوب رویان چین و چگل. محقق همان بیند اندر ابل، که در خوب رویان چین و چگل. نقابیست هر سطر من زین کتیب، فرو هشته بر عارضی دلفریب. معانی است در زیر حرف سیاه، چو در پرده معشوق و در میغ ماه. در اوقات سعدی نگنجد ملال، که دارد پس پرده چندین جمال. مرا کین سخنهاست مجلس فروز، جو آتش در او روشنایی و سوز. نرنجم ز خصمان اگر برتپند، که از این آتش پارسی در تبند.